عزیز ایران، امیدوارم که هر جای دنیا هستین دلتون خوش باشه. به واقعا این روزا میدونم همه ناراحتین از اینکه خیلی جوانای ایرانو کشتن. به ملت ما عزادار، ما متاسفیم، حقیقتا متاسفیم. امیدوارم که دست خدا با تک تک شما عزیزان باشه و امیدوارم که آرامش خداوند در زندگی همه شما عزیزانی که از جوان شما را از دست دادیم باشه. و ایمان دارم که خونشون پایمال نمیشه، بلکه ملت نتیجه این خونی که بچه های شما دادن میگیرن. ایمان دارم به زودی زود اونایی هم که این کار کردن قصر نمیتونن در برن. ولی بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنم بیام خدمت شما عزیزان. خداوند شکرگزار و سپاسگزارم برای یک وقت دیگر خداوند که به من خادم کوچیک دادی ای خداوند، تا بتونم نام تو رو جلال بدم ای خداوند عزیزم. از تو میطلبم این برنامه منو تحت حمایت و هدایت خودت قرار بده. هر چیزی که از زبانم بیرون میاد نام قدوس تو رو جلال بده ای خداوند. خداوند امروز بر فرزندان تو در ایران و ملت عزیز ایران ای خداوند که عزیز تو هستن ای پدر جان، آرامش الهی تو بریز تا واقعا ملت که قلبی پر از درد دارن ای خداوند با آرامش تو تسکین پیدا بکنن. شکرت میکنم ای خداوند و برای تمام عزیزانم دعا میکنم به نام عیسی مسیح که دست خداوند با تک تکشون باشه و در نام عیسی مسیح و زیر پوشش خون عیسی مسیح محافظت بشن. شکرگزار و سپاسگزارم همه اینا رو به نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خب شمالیان عزیز، شما چطورین؟ برای پشتوستم که شمال مازندران بود فکر کنم، برف ما خیلی هم زیاد، یه تک برفی هم یه ذره برف هم در گیلون هم بما. خب زمستونه بالاخره، برف هم خوشگلی خودش دانه، زیبایی خودش دانه. برای اینکه وقتی روی درختان روی صحرا وقتی برفنه واقعا زیبایی خودش دانه. البته کالیفرنیا هم الان لس آنجلس هم 10 مایل بشه او طرفته برفه، برای اینکه طوفان هم این برا بما یه ذره سرداغود بطور کن. خب بریم یک کلیپی نگاه بکنیم، بعد از اون برگردیم با شما صحبت بکنیم عزیزان. شوف العالم ايش قال وراه محمد على طبول يا ابوي. خب این کلیپ دیدین، روزی بیاد که شما آخوندهای ایرانی مال عراق بود، روزی بیاد شما آخوندهای ایران هم همینجوری فرار بکنین. هرچی هم که الان از ترس داریم میمیرین، از ترس هر کدومتون یه چیزی میگین. آقای روحانی که میاد رئیس، مثلا رئیس جمهور یه کشوریه، مثلا رئیس یه دولتیه، میاد میگه که آقا من اصلا خبر نداشتم که اینا میخوان بنزین گرم بکنن. من اصلا خبر، تو دولتی، رئیس دولتی، چجوری خبر نداری که بنزین داره گرم میشه؟ مگه دارن بنزین گرم، وزرای تو دارن بنزین گرم میکنن یا سقوا دارن بنزین گرم میکنن؟ مگه با شما مشورت نمیکنن؟ یعنی دروغ در ذات این آخوندا نشسته است. تا میتونن دروغ میگن. اون رهبرشون که اونجا هست میگه که بله من تایید میکنم هر ستا قوه، اگه این گرون بگونه من تایید میکنم. البته این حرفا رو همه زدن تا حالا، ولی چطور یک رهبر یک مملکتی تو چطوری میشه آخه شما با هم نمیتونین اونقدر مچ بشین که بتونین که آقا قیمت اون داره گرون میکنه و یکی به یکی بگی یه دفعه گرون میکنین، ملتی میندازین تو اچل. میدونین چند نفر از این مردم کشتین شما؟ بیش از من باور بگم، من باور نمیکنم میگن 400 نفر مرده، باور بگم شاید 1000 نفر هم باشه، حالا کمتر یه ذره یا بیشتر. ولی این جوونا چی خواستن از شما؟ تمام فیلم ها دارن نشون میدن که این مامورین خود حکومتی بودن که در مردم شکوندن، شیشه های مردم شکوندن، ماشین های مردم شکوندن، دیگه نمیدونم مغازه ها رو آتیش زدن. بعدن یک گیده خود فروختن میان
که میان مثلا یه پولی میگیرن میان میگن با گریه مصنوعی میگن آقا اینا آتش زدن، اینا شورش کردن، فلان کردن، آقا شما چه آدمه با اینا با اشد مجازات نمیدونم برخورد بکنین. آقا در این موقعی که یک خانواده فرزند عزیزشو برای شما ایرانی ها، برای آزادی شما ایرانی ها داده، برای آزادی ملت و مملکت خودش داده، تو خود فروخته برای یه مقدار پول میای که خون اونا رو میفروشی، اینه که دل آدم درد میاره. این خیانت هاست که دل آدم درد میاره. این آدم ها هستن که خون ملت رو میفروشن، خود مملکتشون رو میفروشن. میسی این آخونده ببین چجوری همه جاره دارن حراج میزنن میفروشن. میسی این اروپایی ها که الان 6 تا کشور اروپایی الان با هم چیز زدن، میخوان تحریم دور بزنن که دیگه با دلار کار نکنن بلکه بتونن با ایران معامله بکنن. ولی شما میدونین دولت های اروپایی وقتی ملت این حکومت بندازه دیگه شما رو کار نداره، هیچ شرکت شما دیگه در ایران کار نمیکنه. میدونین چقدر کار تو ایرانه بعد از اینکه اینا بیفتن؟ تمام کشورها اگه شرکتاشون بیان اونجا کار بکنن کار هست، چون 40 سال اینا هم از نظر تکنولوژی مردم عقب انداختن، هم از نظر ساختمون سازی کلی تاسیسات باید ساخته شه. بعد دانمارک، تو مگه نیستی همین چندی پیش ایده ای از این اسلام گرایای افراطی اومدن اونجا تظاهرات کردن گفتن باید اینجا حکومت اسلامی بشه؟ تو چجوری بعد از تروریست دفاع میکنی؟ یک رژیم تروریستی دفاع میکنی؟ وقتی تو این کاری میکنی همون حقتی که اسلامگرایی افراطی بیان اونجا تظاهرات بکنن بگی اینجا حکومت نمیدونم قانون اسلام بایستی اجرا بکنی. شما اینکه این کاری میکنی دموکراسی کم آورده. اینجا دیگه جای دموکراسی نیست که برای تروریست تو بگی مثلا آقا من دموکراسی نه بایستی با اینا خوب صحبت کنم. نه، همین میاد فردا تمام کشورتو نابود میکنه، همین میاد برای تو بم میذاره. مگه کم توی اروپا بم گذاشتن؟ تو میگی پشت سر اینا کیه؟ پشت سر اینا همه رژیم ایرانه که به تروریستا پول میده. یا خانومی نمیدونم توی واسقی، لیلا واسقی نمیدونم شهردار یه دونه شرک قدس نمیدونم چیه، میگه من با افتخار میگه من گفتم که هم هر کس اومد با تیر بزنین اونو. آقا زن تو نمیفهمی چی داری میگی؟ فکر میکنی افتخاره؟ فکر میکنی از انقلاب داری دفاع میکنی؟ ملت مگه تروریست بودن؟ ملت اومدن به خاطر چی اومدن بیرون؟ به خاطر گرانی، به خاطر که بنزین وقتی گرون بشه همه اجناس اوتوماتیکلی میره بالا، چون برای اینکه حمل نقدی که 5000 تومان مثلا میگرفت باید بشه 10000 تومان، چون 3 برابر دیگه میشه 15000 تومان. یعنی تمام جنسا طبق اون بنزین میره بالا. شما اینو نمیفهمی بعدن تو 45000 تا میخوای به کسایی بدی که آقا به قول بعضیا نوشته بودن تو سایدا آقا ما نمیخوایم 45000 تا بدیم، ما بنزین همون 1000 تا میزنیم بعد 50000 تومان در ما میزنیم به حساب دولت. میگی به نفع ماست که شما خودتون رو مسخره کردین یا ملت رو مسخره کردین؟ شما اینقدر بیشعورین فکر بکنین ملت هم میزه شماست؟ ملت ما میفهمه. حالا که ملت یه ذره جون گرفته میخواد شما رو بیندازه، شما کشت و کشتار میکنین، یعنی ماشین کشتارتون به حدی اضافه شده. میدونی چرا؟ برای اینکه ذات اسلام همچین چیزه. آقا خانومی که میشنوی میگی ذات اسلام اینجوریه، برام مثلا مسیج میدین که لعنت بر تو فلان، این لعنت ها به من فوشم بدین به من چیزی حالیم نمیشه. میدونی چرا؟ چون فوشی که تو میدی، لعنتی که تو میکنی برمیگرده به خودت، چون عیسی این مسیح گفته به دشمن خودت هم برکت بطلب. ما مسیحی نیستیم که بخوایم مرگ برای کسی بخوایم، بلکه برکت میخوایم. میدونم اون برکتی اون دعایی که من برای توی دشمن دارم میکنم، میدونم خدا همون دعا رو برمیگردونه به من. شما
اینا فکر میکنی این کار میکنه از چی؟ چطور اون مرده پیر مرد خرب میاد آیه رو برات میخونه، قرآن میگه قتلون هست اونجا دیگه، درست دیگه در قرآن خودش داره میگه قتل، ولی این دیگه افراط تو حد اعلا برده. مثلا میگه آقا دست پام قد بکن، دست راست و چپ نمیدونم پای چپ قد بکن، اون دیگه خیلی خرف، دیگه خیلی احمقانه داره صحبت میکنه، ولی در قرآن هست که بکشی. کسی که اگه اسلام باور نکرد یا از اسلام بیرون رفت باید کشته بشه، ولی اون مرده که خودش هم معلم قرآن میدونه دیگه واقعا نمیدونم بعضی ها چی میشه، یک دونه قتل دیگه، دیگه قتلون نوشته تو فارسی هم بخونی بلای اون دیگه یا میتونی حالیت بشه که میفهمی که میگه بکش، که تو از کجا در میاری که میگه تسپا رو قد بکن، انگوشت قد بکن همونجا. چقدر شرف آدم باید شرف و انسانیت خودش بفروشه که بیاد در این لحظه که مردم برای نان و برای گرون شدن یه چیزی بیان تظاهرات بکنن، شما بیاین اونجا خودی نشون بدین، بعد بگیم بله کار خوبی کرد که مردم باید در همونجا بکشن، در همونجا اونا رو سرش رو بزنن. میدونی چند نفر آدم در عرضی که فرار داره میشتن میکردن، یک متری دو متری تو سرشون شلیک کردن. حالا چهار پنج تا آخونده، یکی دو تا رو کشتن، سه چهار تا مال تناسلیشون رو بریدن. ولی باور بکنیم به زودی زود وقتی ملت ما متوجه بشن، ببین 500 هزار نفر هم بیاین شما رو میزنن، بجوزی که میلیونی بیاین بیرون، باور بکنین میلیونی بیاین بیرون. مثلا تو خیابون همین انقلاب یا آیزنهاور سابقه، اگه شما میلیون بیاین این طرف، اگه 20,000 نفر 30,000 نفر هم کشتار اونجا وایسن، مامورین کشتار، شما از چهار طرف اینا رو محاصره بکنین، میلیونی بیاین، اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. شما مجبورن باید میلیونی بیاین تا همون خودتون سیف بشین، هم کشورتون از دست اینا بگیرین. فعلا اینجوری بیاین 500 نفر 1000 نفر 2000 نفر، ببینین اینا اینقدر بیرمن، ماشین کشتار، تفنگایی که برای هلیکوپتر میندازن، اون تفنگا رو به سوی ملت ماشر گرفتن، کلی آدم ها رو اونجا کشتن. اینا گرگای وحشی هستن که نمیتونی این با مشت و با صحبت اینا رو عالیشون بکنی. بعضی موقع باید واقعا آتش به اختیار کار کرد. وقتی ده تا اینا نابود بشن میفهمن که نه، ملت اینجوری هم نیست که شما ملت بکشین خودتون هیچی نشین. باور بکنیم ملت، باور بکنی اینا ترسوتر از اونی هستن که شما فکر بکنین. ببین اینا از وحشتی که یک کالی پنجه رو برمیدارن به سوی ملت شلیک میکنن، اینا همه وحشتی که ملتی که بچه که داره فرار میکنه پشت سر جنگ هم چیکار نمیکنن. اگه دشمن پشت کرده داره فرار میکنه بهش تیر نمیزنن بهش. همین ملت یک روز به شما نشان خواهند داد، باور بکنین، که شما سوراخ موش به هر قیمت زندگیتون آزین اونجا رو بخرین که سیف باشین. همین ملتی که الان دیگه ترس از ملت ما رفته، دیگه اون ترس ندارن، دیدی بچه ها چجوری جلوی تیر شما واستادن، تا یک قدمی شما اومدن باز شما تیر زدین بهش. یعنی دیگه ببین یه ملتی که هیچی نداره، همه چیشو باخت، از این به بعد هم چیزی برای باختن نداره، در مقابل شما چرا نیسته؟ چی رو بترسه؟ از چی بترسه؟ شما فکر میکنین؟ به قول کلام خدا در غلاطیان میگه که در غلاطیان 6 میگه هرچی بکارید همون را درو میکنین. شما تخم کین و کشتار کاشتین، همین کین و کشتار رو برای خودتون درو میکنین. هیچ کس نیست که، هیچ دولتی اصلا سابقه نداره همچین دولتی در هیچ جای دنیا اینجور وحشیانه بکشه. بابا زمان شاه
57 که انقلاب شد یا باور بکن 1000 نفر هم نکشتن. اونم مامورین تیر خالی میکردن تو از پشت بام، خود این آخوند باخونده اینا بودن تیر خالی. مامورو میگفتن ما که تیر خالی نکردیم که چجوری یه نفر مرد. سینما ریکس آبادان مگه یادتون رفت اینا آتیش زدن همین آخونده گذاشتن شاه این کار کرده. اینا اینقدر وحشی وقی هن. اینا برای ببین برای که دو روز حکومت بکنن پوتین جنایتکار آوردن، الان دست پوتین در کاره، از اون دارن دستور میگیرن میکشن. ولی یک روزی تمام این جنایتکارا بایستی توی دادگاه بایستن به محاکمه بشن، محاکمه جنایت جنگی. همین خانومی که این حرف زد گفت من دستور تیر دادم که اونا رو بکشن، این خانوم بایستی تو دادگاه جنایت جنگی محکوم بشه. و به زودی هم میشه، باور بکنیم به زودی هم میشه. فکر میکنه اینا، میگه اشتباه نکنید، هیچ کس نمیتواند خدا را بفریبد. شما به نام خدا دارین مردم میکشین، اون خدایی که خودتون میپرستین، اون بوتی که خودتون میپرستین، به نام اون بوت دارین مردم میکشین. که مرده خرفت میاد، اون پیرمرد میگه من معلم قرآنم، برای خودش تفسیر میکنه، یه قتلونه میگه که آقا اینجوری نمیگه، میگه منم قتتلونه نه تتلونه، از یه چرتی پرتایی که از دهنشون بیرون میاد میگن. دست پا باید ببری. شما به نام خدا دارین این کار میکنین، میخواین خدا را خراب بکنین. میگه اشتباه نکنین، هیچ کس نمیتواند خدا را بفریبد. خدایی که آسمان و زمین از افکار تو باخبر، از دل خراب تو آگاست. هیچ کس نمیتونه خدا را بفریبه. تو میخوای خدا را فریب بدی؟ میگی هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود، زیرا هر کس هرچی بکارد همون را دروغ خواهد نمود. شما تخم کین رو کاشتید، تخم کین هم بایستی برداشت بکنین. شما تخم کشتار رو کاشتید، باید کشتار بشین. الان دیدیم اول باشون بهتون نشون داده آخونده داشتن فرار میکردن، مردم هم داشتن میخندیدن براشون. روزی باشه که شما یک لحظه احساس امنیت نکنین، خوشتون میاد که نتونیم بیرون بیاین. همین که این روزا هم دیدی چند تا فیلم بیرون اومد، مردم جلوی همین آخونده واستادن اینا رو با اینا چرت و پرت صحبت کردن. برنامه ما چی خبر از ایران بچه ها، اگه میتونین به ما زنگ بزنین هر چی هستید، یه خبر به ما بدین که تصویر ما رو میتونیم ببینیم، پرازیت نداره، تصویر ما خوب میاد به خوناتون. به یه زنگ بزنیم از خبری به ما بدین که چی خبر از ایران، واقعا چی میخوایم خبر از دهان شما بشنویم و از تلفونایی که برای ما میزنین. به هر حال من فکر بکنم جاش هست که بریم یه دونه سرود گوش بدیم، بعد برگردیم به شما من آیاتی بخونم از طرف خدا، بعد براتون صحبت بکنم. اگه یاسر جان آماده است، دست یاسر جان در نکن. به هر حال به اینه بدونین که فریبکاری به هیچ جا نمیرسه. چون شما بخواییم فریب بدیم مردمو، هیچ کاری نمیتونیم با فریب بکنیم. بالاخره یه روزی میفتین. 40 سال الان هستین، دیگه مردم اون ترس و دیگه تو دلشون نیست. مردم دیگه هیچ ترسی از شما ندارن. دیدین 14 نفر براتون نوشتن، از تلویزیونای خارجی هم با اونا صحبت کردن، گفتن که هر غلطی میخواییم بکنیم بکنین. شما دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنین. حتی ما رو میخوام بکشیم میگه بذار بکشیم. اوکی بریم یه سرود گوش بدیم برگردیم به شما عزیز. Oh,
غیبت ها و طوفان های دنیا میترسم من از این چیز این دنیا چون تو با من هستی چون تو با من هستی در مصیبت ها و طوفان های دنیا میترسم من از این چیز این دنیا چون تو با من هستی عزیز ایران. امیدوارم که هر جای دنیا هستید دلتون شاد باشه و واقعا شادی در زندگیاتون باشه، نه غم. ما دوست داریم که ایرانی واقعا سربلند و سرافراز باشه، ایران من سربلند و سرافراز باشه. ایمان دارم که ایرانی ها بالاخره روزی به آزادی کامل میرسن و به اون چیزی که خواست دلشون هست. ایمان دارم که به زودی انجام خواهد شد و این دولت حقیر و دولتی که تروریست به زودی از ایران رخت بربنده و بره به ملت ایران آزاد بشن. ایمان داریم که به زودی میشه. میگه هر چی بکارید همان را درو خواهید کرد. رئیس جمهوری که دولتش میاد با مردم، این همه مردم رو کشت، بعد میاد من نمیدونم این خنده های مسخره به خاطر چیه که این رئیس جمهور روحانی هر حرفی میزنه، هر یک کلمه حرف میزنه برای خودش قه 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 میخنده. من نمیدونم این چی فرض میکنه، یا ملت داره مثلا میگه شما هیچین، ما هرچی بکنیم همونه، یا اینکه واقعا شعور و فهمش نداره. میگه وقتی بنزین گران شد من خبر که نداشتم، ها 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 ها. باشم مثل بختی گرونجی تازه خودم تعجب کردم، ها ها ها. این واقعا یک انسانی که بیاد میبینه که مردم داغدارن و دل میخوان دل مردم بیشتر جردار بکنن، برای اینکه اینا اونقدر فهم شعور ندارن که یک دولتن، رئیس یک دولته. اولین دو وقتی دولت رئیس جمهور داره یعنی اولین رئیس، یعنی هر کاری در هر جا بشه باید اول به اون اطلاع بدن. مثلا میشه اینجا کنگره هر کاری بکنه، قانون تصویب میکنه، میاره پیش رئیس جمهور میگه آقا ما این تصویب کردیم، به اون اول میگن که اون امضا بکنه این تصویبشو قانونشو، نه اینکه بگه من خبر نداشتم. چجوری میشه مثلا اینجا بنزین گرون بکنن یا مثلا یه چیزی یه قانونی بگذارن بعدا رئیس جمهور بیاد بگه من نه من خبر نداشتم هم چیزی؟ مثلا کنگره وقتی قانون تصویب میکنه میاره پیش رئیس جمهور. اینا حرفهای گزافی است که فقط از این آخوندا برمیاد، آخوندی که نه شرف داره نه انسانه، از حیوانم پستره. حیفه که آدم بگه مثلا مثل حیوان میمونه، نه از حیوان پستره. اینا زالو هن، زالو صفت هن، اینا زالو هن. بلا حیوان ها و سگ و گربه اینا یه معرفتی دارن، اینا زالو هن که میچسبن فقط خون ملت میخورن. هر کسی در این روزا میاد تو تلویزیون عوضی که چهار نفر پاشن به این ملت یه دونه بگم بابا متاسفیم که بچه هاتون از دست دادیم، برای آزادی ایران بود، برای آزادی ملت بود، برای آزادی ملت که 40 سال در بنده تو سرش دارن میزنن. جوون میاد میبینه که بابا الان تحصیل کرده نه کاری هست نه فلانه، آقا 9 ساله را آدم میکشه، 14 ساله، 13 ساله، 16 ساله. بعدا اینا همه فریب خوردن، یا مردم فقر نمیبینی؟ خودتون اعلام میکنین رسما 50% زیر فقرن. وقتی خودتون اعلام میکنین 3 میلیون 4 میلیون زیر فقره، بعد میای مقایسه میکنی بنزین رو با بنزین مثلا امریکا، با فرانسه، با اروپا. اینجا مرد دلار میگیره بنزین مصرف میکنه، اونجا باید ریال بگیره به دلار مصرف بکنه، خرج بکنه. داری مقایسه میکنی بعدم میخندی برای این ملت؟
ملت به زودی بهت نشون میده، این همین خندهات به زودی بهت نشون میده. این ملت دیگه اون ترس نداره، باور بکن. میگه اشتباه نکنید، هیچ کس نمیتواند خدا را بفریبد، هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود، زیرا هر کس هرچی بکارد همون را دروغ خواهد نمود. در ملاکی نبی میگه که باب 4 میگه که خداوند قادر متعال میفرماید روز داوری مثل تنوری شعله‌ور فرا میرسد و همه اشخاص مغرور بدکار را مانند کاه میسوزاند، آنها مانند درخت تا ریشه خواهند سوخت و خاکستر خواهند شد. نه پیش خداوند شما عجز دارین، نه پیش ملت، نه پیش دنیا. چون ملت ایران الان دنیا هم فهمیدن که ملت ایران چقدر مظلوم واقع شدن، به ملت ایران حالا چقدر در زندانی بزرگی مثل ایران هن. نیویورک تایمز دیگه نمیدونم، تمام روزنامه های آمریکایی دارن از کشتار اینا، کشتار وحشیانه ایران، دولت ایران میمیسن. حتی من فکر نکنم هیچ رژیمی اومده باشه اینقدر بیرحمانه کشتار بکنه. اینا خوناشامن. وقتی شما دستور میدین چطور به فرزندان دزدتون جلوشون رو نمیگیرین که 4 تا پسر دزد داری آقای خامنه ای، روحانی برادر دزد، خود دزدید، نمیدونم لاریجانی خود دزدی، برادرات دزدن، داریم پول این ملت رو چپاول میکنیم میبرین، ولی بدونین که خدا تمامی اعمالتون میذاره کف دستتون. عزیزان اگه ما رو تو ایران میبینین، در هر جای دنیا میبینین، لطفاً یه مسیج به ما بدین، یه دونه زنگ بزنین به ما، ببینیم تصویر ما رو میبینین تا چی حد خوبه، پرازیت داره، صدامون خوب میرسه، تصویرمون خوب میرسه. و بعد اینکه به این برنامه هم زنگ نزدین، به برنامه دیگه زنگ بزنین، بگین که تصویرات چجوریه، خوبه یا نه. و بعد اینکه عزیزان به این تلویزیون کمک بکنین تا واقعا این تلویزیون بتونه برنامه‌های عالی براتون بذاره. الان هم که میبینیم ما با این برنامه هنوز کمک مالی به اون خوبی نرسیده، ما 300 نفر میخواییم نفری مای 30 دلار به بالا به ما بدن. بعدا میبینین که این تلویزیون چی برنامه‌های براتون درست میکنه و پخش میکنه، از هر نظر، روانشناسی، نمیدونم سیاسی، اجتماعی، کلام خدا رو بهتون گفتن، سینمایی، شو تلویزیونی، همه چی براتون میذاریم. فقط ما به 300 نفر میخواییم واقعا با ما کمک بکنن. بینیم یه عزیز با از ایران، درود، از ایران بود. به هر حال اگه میتونین دوباره بگیرین لطفا، چون قطع شد. به هر حال ما میخواییم که اگه ما رو میبینین حقیقتا یه زنگ بزنیم به ما، بینیم تصویر چجوری میاد، پرازیت نداره. میگه که اگر کسی تخم هوا و هوس خود را بکارد، فساد و نابودی روی خود را دروغ خواهد کرد. ببینین شما با چه وجدانی میخوابین؟ اونایی که تیر و وقتی در دو قدمی به یک هموطن تو داری میزنی، بعدش هم الان فاطمیون و نمیدونم زینبیون و از این کشور از اون کشور آوردن که مردم بکشن، الشعبی عراق و طالبان، نمیدونم از افغانستان، از فلسطین، از همه جا آوردن که به مردم سرکوب بکنن. ولی ببین ملت ما، شما هر کسی بخواییم بیارین بیارین، ولی ملت ما دیگه میخواد دیگه حقشو بگیره از شما. ملت ما دیگه این روزا از اون ترس و وایمه اومده بیرون. این تازه شروع کار بود، به قول بچه ها این چاشنی کار بود به شما نشون دادن. شما دیگه هیچ جا امنیت ندارین.
می‌بینی که در دولت‌های خارجی هم شما رو تحریم می‌کنن، شما دیگه بیرون از ایران هم نمی‌تونی. اگه تو ایران هم باشین کجا می‌خواید فرار بکنین؟ کجا می‌خواید برین؟ چی می‌خواید بکنین؟ باور بکنین این عمر شما 10 دقیقه نیم ساعت دیگه نمی‌دونین زنده این یا مرده این. بس بیاین تخم محبت بکارین، بیاین تخم کینو وردارین به تخم کمک بکارین. بیاین اون هوس و هوای فساد نکارین بین مردم. شما اگه خودتون ایرانی میدونین و دولتی با عظمت مثل کشور ایران در دست دارین، همه دنیا غصه ایران دارن که ایران ثروتمند، بیزه ازش بچابیم. ولی شما میتونین با سیاست خوب هم ملتتون رو نگه دارین، هم خودتون خوب زندگی بکنین، هم کشورهای خارجی بتونن بیان با براتون کار بکنن که بتونه مثلا به قول بچه های یر به یر باشه دیگه. نمیدونم سر ما کلا بذارن نیست، یا یه تا شیش تا کشور به خاطر 2000 پول از شما بگیرن دروز. ببینین حکومتی که با ملت ایران باشه، با ملت باشه، اون حکومت همیشه میمونه. چرا ملت بر علیه شما؟ به خاطر اینکه حکومت شما حکومت جهل نادانیه، حکومت شما اینه که دزدی بکنه، حکومت شما اینه که نابود بکنه، حکومت شما شیطانیه و دین شما شیطانیه. به خاطر اینکه وقتی دستور از شیطان میگیرین، شیطان کارش نابودیه، شیطان کارش کشتاره، دو به هم زدنه، داغون کردنه، آتیش زدنه، کار شیطان نابودیه. ولی کار خدا عیسی مسیح اومد روی صلیب، خونش ریخت برای اینکه من و شما به خون عیسی مسیح پاک بشیم. و همین عیسی مسیح امروز بهش ایمان میارین، آرامش میگیرین در خانه شما، شخصیت و زندگیتون عوض میشه. میگه اگر کسی تخم هوای هوس خود را بکارد، فساد و نابودی روی خود را درو خواهد کرد. اما اگر بذر اعمال نیک روحانی را بکارد، از روی خدا حیات جاودان را درو خواهد کرد. در یک کشوری از این کشورهای آمریکای جنوبی، یک کشوری کوچیکی مثلا اسپانیش بود که مردمشون لاوالی، مشروب خور، نمیدونم کار نمیکردن، خانواده ها همیشه درگیری داشتن، دعوا بود بیش زن مرد، فرزندان همش دعوا داشتن. در این کشور کلیساها خالی شده بود، کسی دیگه با خدا راز نیاز نمیکرد، روی خدا در اون کشور نبود. ولی خب همیشه یک ایده هستن که مثلا مسیحی باشن، با خدا راز نیاز بکنن، دعا بکنن. 300-400 نفر از این مسیحی‌ها یک روز جمع شدن، دعا کردن، یک روز کامل زانو زدن در کلیسا، دعا کردن خدایا میخواییم روی حیات بخش تو در کشور ما جاری بشه، به این کشوری که از این فلاکت افتاده برگردونی خداوندا. بعد از یه مدت کوتاهی دعایشون خداوند اجابت میکنه و این مردم مشروب میذارن کنار، بیکاری رو میذارن، لاوالیگیری رو میذارن کنار، با خانواده همه با هم خوب میشن، همه بهش عشق با هم میورزن، محبت میکنن با هم. همین کشور حالا بهترین کشور آفریقای جنوبیه، اسمش یادم رفته، دفعه دیگه اگه یادم بیاد براتون میگم. کشاورزی که میکنن محصولاتشون به حد عالیه، ارگانیک و خوبه. همه مردم از کشورهای دیگه میرن میگن شما کشاورزا چیکار میکنین که محصولات تو اینقدر خوبه؟ میگن بابا ما کاری انجام نمیدیم، محصولات این خاک خداوند اینقدر برکت داده به این خاک، این خاک خودش این محصولات میاره. مثلا هویج کوچیک بزرگ در میاد، تروبچه بزرگ میشه، نمیدونم تمام سبزیجاتش عالی بیرون میاد. اینه وقتی تو روی خدا رو میطلبی، حیات خدا رو در زندگی خودت میاری، محبت و عشق خدا رو میاری در خانه و زندگی و مملکت خودت، باور بکن که روی حیات بخش خدا رو درو میکنی.
دیگه نه فساد درو نمی کنی، بلکه عشق و محبت درو می کنی. به اون موقع ببین زندگی چقدر فرق میکنه. ببین حاضری یک لحظه اون زندگی تو به 20 سال به اون زندگی ننگین عوض بکنی؟ نه باور بکن نمیکنی. یک روز حاضری اونجور زندگی با آرامش بکنی؟ نه 10 سال اونجور ننگین زندگی بکنی. امروز ایرانی های ما با هم باید محبت بکنن، عشق با هم ببرزن، عشق رو صادر بکنین، از خدا بگیریم با هم دیگر صادر بکنین. وقتی دعا میکنین به نام عیسی مسیح زانو میزنین دعا میکنین، خودتون متوجه میشین که آرامش الهی به روی حیات بخش خدا در زندگی شما اومده، در خانه و در کار شما، در هر محل سکونت شما میاد. اون موقع تازه احساس میکنین که چقدر شخصیتتون عوض میشه، چقدر زندگیتون عوض میشه. اینی میگن تبدیل زندگی. کلام خدا باید تبدیل زندگی باشه، باید عوض کردن شخصیت ما باشه. چرا ما جوانای ما اینقدر اعصابشون خرابه؟ چرا با هم نمیسازن؟ چرا اینقدر با هم پرخاشگری میکنن؟ چون توی خانواده بزرگ میشن که پدر به مادر داره دعوا میگیره، پدر با پسر داره جره بحث میکنه، یه حرفی میخواد بزنه با محبت حرف نمیزنه، میزنه تو سر بچه، یا بچه یه کاری میکنه تشویقش نمیکنه، برای خودش آر میدونه. یه پدر مادر بچه کوچیکتر خودش اگه یه کار خوبی کرد بگه دست در نکنه، ممنونم این کار کردی، دوتا بوس بکنه سرشو، دست تو سرش بیذاره، محبت خودشو نشون بده. ما یاد نگرفتیم محبت، ما ایرانی ها محبت یاد نگرفتیم، چون دینی بر ما حاکمه که خشم و کینه و نفرت به ما میده. باور بکنین عزیزان، دین اسلام بجز نفرت و کشتار و نمیدونم خشم و کینه به ما چیزی دیگه یاد نداد. وقتی میریم توی خدا رو میخواییم بپرسیم، میریم تو مسجد، میزنیم تو سر ما، گریه و لانه بکنیم برای یه مرده و یه بت، زندگی ما سیاه میشه، قلب ما سیاه میشه. بعد همون قلب و سیاه روی خراب میبریم توی کار ما، میبریم توی خونه، میبریم روی اجتماع، با همه دعوا داریم. شما انجیل بخونیم ببینید چقدر آرامش بخشه. خدا یعنی آرامش بخش، یعنی خدا یعنی کاری بکنه در زندگیت که تو با آرامش زندگی بکنی، که ترس تو دلت نداشته باشی، بلکه با جرأت با آرامش خدا پیش بری، به بچهات عشق بورزی، به زن مرد به هم عشق بورزن، بچه ها یاد بگیرن، زن مرد هم دیگر بغل بکنن، پیش بچه ها بوس بکنن تا بچه ها یاد بگیرن همچین چیزی رو. چقدر نفرت از ما یاد بگیرن، چقدر کینه رو از ما یاد بگیرن، چقدر پرخاشگیری رو از ما یاد بگیرن. چرا وقتی یه نفر زنگ میزنه بایستی بگیم بگو من نیستم، فلانیه بگو من نیستم، بابا بگو من هستم ولی الان کار دارم یا حوصله ندارم الان باهات صحبت بکنم، بعدا باهات تماس میگیرم. دروغ به بچه هامون یاد ندیم، محبت و عشق به بچه هامون یاد بدیم. بیزار این زندگی هایی که الان وقتی دیتا جوون با هم میرسن، بعد از یه مدت 6 ماه 1 سال از هم دیگه جدا میشن، همه این از کجا میارن؟ همه از این دین کذایی، از این دینی که فساد در زندگی ما میاره، از اون میارن، از اون خانواده ای که خشم و کینه رو با ما تحویل میدن، ما میبریم تو خونه خودمون. بیاین یکم عشق رو به هم یاد بدیم، بیاین یکم اتحاد داشته باشیم. باور بکنین این دنیا هیچ ارزشی نداره عزیزان، دنیایی که اینقدر زود میگذره، دنیایی که چشم به هم میزنیم یعنی سال و ماه و هفته و روز گذشته، همینجوری داره میره. الان 2019 گذشته، 2020 داره میاد. شما یک بار یک ماه تمرین بکنین این محبت در خانه خودتون، این عشق به خانه خودتون پخش بکنین، ببینید چقدر زندگیتون عوض میشه. فرزندی که به عیسی مسیح ایمان میاره تمام شخصیتت عوض میشه،
تمام زندگیش عوض میشه. دون که کارهای خلاف میکنه نمیکنه، وقتی میاد پیش پدر مادر، وقتی میبینه همه چیز عوض شده، تازه پدر مادر عوضی که بگه بچه عجب چی عجب زندگی چقدر شخصیتت عوض شده، چقدر بچه خوبی شدی، آفرین به تو که اینقدر شخصیتت عوض شده، به بچه خوبی شدی، نه دروغ میگی، کار خوب میکنی، آرامش به ما میدی، میزنه تو سر، دین تو عوض کردی، برو از خونه بیرون. بابا اینکه انسان خوبی شده بره از خونه بیرون، یکی انسان با محبتی شده میخواد بهت کمک بکنه از بره بیرون، چون اینقدر عشقو از کسی نگرفتیم، نفرت از کسی گرفتیم، میخوایم همین نفرت و کینو به کسی دیگر هم منتقل بکنیم. به خاطر همونم در خونه ما غوغاست، آشوبه، میایم بیرون از خونه آشوبه، میایم محل کار ما آشوبه، چون برای اینکه همه جا وقتی یک دینی که میگه قتلون قتلون قتلون، یعنی همش میگه بکش افکار من با تو یکی نیست، یا چرا از دین من برگشتی باید اعدام بشی، باید نمیدونم دین تو عوض کردی باید بکشم تو رو، همین میشه عزیز. صبح تاشم میشه نفرت و کینه و همدیگر رو چشم نداشتن دیدن. تا که ما نه، آخه به مسئله اینه که ما نمیخوایم اون قرآن ما که بهش ایمان داریم بخونیم. تو اگه اون قرآن خوندی، همه چیز رو قبول کردی که همه چیز همون جوری باشه، نوش جونت. ولی من ایمان دارم تو قرآن بخونی به فارسی، قبول نمی کنی در این عصر قرن 21، باور بکن قبول نمی کنی که بره مرد 4 تا زن بگیره، نمیدونم بریم بت و دیوار رو پرستش بکنیم، مرده رو پرستش بکنین، یا نمیدونم فحشای همه جا فحشا رو گرفته بگی که این دو کلمه آیه قرآن میخونه، میگه فحشای قانونی میکنه، یا دروغ قانونی براد میکنه، چه کتابیه که دروغ قانونی میکنه، فحشا رو قانونی میکنه، قتل قانونی میکنه، چیزی به من یاد نمیده این اون کتاب که هیچ معجزه هم نداشت، هیچ کاری هم برای من انجام نداد. 40 سال، 1400 سال به جز ویرانی و کشتار چیزی دیگری برای من نیاورد. اگه خدا خدای حقیقی باشه، باید آرامش بیاره عزیز به زندگیت، باید عشق بهت بده، نه نفرتو. اگه یه نفر اومد الان به من 4 تا فوشم داد، من میگم شاید از یه جا پر باشه، اشکال نداره، آروم میمونم. 10 دقیقه دیگه وقتی من باهاش حرف بزنم، خودش میاد میگه ببخشید من موقع پر بودم. اینه عیسی مسیح میگه ببخشید تا بخشیده شوید، ببخشید تا آرامش به زندگیتون بیاد. کینه رو میگه موسی گفته که یک زنی که فحشا کرده، زنا کرده، باید سکسار بشه. من میگه اونو رد نمیکنم، عیسی مسیح میگه اونو رد نمیکنم، ولی میگه هر کسی که گناهی نکرده اولین سنگو به اون بزنه. این یعنی بخشش. تمام هر کسی در زندگیش گناه کرده، وقتی تو اونو میبخشی، اون زنو به زندگیش برمیگردونی، دیگه اون کار انجام نمیده، رو خجالت دیگه اون کار انجام نمیده، این بر میگرده، شخصیتی این بر میگرده، زندگیش تبدیل میشه. ما این روزا واقعا محتاج محبت یک دیگریم، واقعا به همبستگی همدیگر محتاجیم، به اتحاد همدیگر احتیاج داریم، تا این زالو صفتان نتونن ما رو غلغم بکنن، هرچی دلشون میخواد در کشور ما هم تصرف بکنن، هم هر کاری دلشون بخواد بکنن. باور بکنین ما اگه اتحاد داشته باشیم، میلیونی هم بیایم اعتراض بکنیم، هیچ کسی نمیتونه، هیچ ارتش دنیایی نمیتونه مقابل میلیون آدم، 50 میلیون آدم وایسه. شما اینا مثلا به دروغ میگن ما 30% 40% مثلا 30 میلیون با ما چیز دارن، نه
دروغ میگن. 5 میلیون هم به اینا باور ندارن. وقتی 60 میلیون 70 میلیون آدم بیان بیرون فقط بمیسن آقا ما شما رو نمیخوایم، همین، بریم بیرون، باور بکنین یک تیر برای به سوی شما نمیره. دنیا هم شما رو میبینن. اگه اینترنت هم قد بکنه خبرگزاری های دنیا میگیرن، شما رو میفرستن، عکستون رو میفرستن. اون موقع دیگه وقتی 60 میلیون آدم بیاد بیرون، اون موقع دیگه سازمان ملل میاد پاش میذاره وسط، از حقتون دفاع میکنه. ویلا اگه سازمان ملل بیانیه‌ای برای اینا صادر بکنه، محکوم بکنه اینا رو، اینا کر نمیکنن. من و توی ایرانی باید کر بکنیم با هم دیگر. من و تو باید دست به دست هم دیگه بدیم تا ایران رو آزاد بکنیم، خودمون رو آزاد بکنیم، کشورمون رو آزاد بکنیم، از این بلا تکلیفی، از این فساد زندگی بیایم بیرون. هوای تهران میگن خیلی کثیفه. خب وقتی اینا هیچ گونه به اجتماع نمیرسن، به خانواده نمیرسن، به کشورشون نمیرسن، خب هوا آلوده میشه. بنزینایی که اینا تصفیه میکنن قرمزه، اینجا بنزین مثل آب میمونه، رنگش مثل آبه. خب همونا سرب تولید میکنه، دود تولید میکنه، هوا رو آلوده میکنه. خب میگه هر روز 1000 نفر آدم، 500 نفر، نمیدونم 100 نفر، 200 نفر میبینن روی همه آلودگی هوا، 20 نفر میبینن روی آلودگی هوا. ما میشی 600 تا 1000 نفر آدم اینجوری میمیره. ایران خیلی ثروت داره، تازگی هم که یه دونه نفت پیدا کردن، چای نفت پیدا کردن، میگن نمیدونم سالهای سال به شما این برکت خدا رو بهتون میده. بابا ما کشور به اون خوبی داریم، کشوری به اون با قدمت خیلی بلند، سالا قرنهای قرن قدمت داره. همه می اومدن ایران ببینن، همه می اومدن از ایران استفاده بکنن، یک بهره از ایران ببرن. الان ما شدیم محل حکومت تروریست پرور در جهان معروف شدیم. نه آبرویی برای ما گذاشتن، نه کسی پاسپورت ما رو قبول داره، نه کسی ما رو راه میده. 4 تا کشور آشغال ما رو راه میدن، ویزا نمیخوان. کشورهایی که بدبخت و بیچاره هستن. هر روز هم میبینیم محکومیت برای ایران دارن بیانیه صادر میکنن، محکوم میکنن ایرانو. خب ملت ما چی گناهی کرده؟ ملتی که میتونه بهترین کشور داره، بهترین زندگی رو باید داشته باشه، الان در بدترین شرایط زندگی دنیا است. همه دنیا رو میبینه، همه دارن آروم زندگی میکنن، با هم خوب زندگی. باور بکنین حکومت ایران بیفته تمام جهان روی آرامش میگیره. باور بکنین این چیزه بهتون میگم. این حکومت تروریستی وقتی بیفته تمام جهان آرام میشه. ببین از تمام کشورها باید بیان برای کشور ما بازسازی بکنن، شرکت بیزارن، نمیدونم کلی کار میاد تو ایران. بعدن کار اینقدر زیاد میشه ما باید از خارج آدم بیاریم اونجا کار بکنه. این زمان شاه که ما ایرانیا کارگر کم داشتیم، از افغانستان، از فیلیپین، از فلانجا، از فلانجا میآوردن، حقوق خوبی هم به اینا میدادن، احترامشون هم داشتن. ما بایستی برگردیم به اون، به اون چیه، به خیلی جلوتر از زمان شاه باید برگردیم. ما در این عصر تکنولوژی، در عصر علم، دانش، کلی آدمای باسواد داریم ما که بیرون از ایرانن، کلی دانشمند داریم که خیلی چیزها رو میتونن اختراع بکنن برای افتخار برای ایران بیارن. شما میبینی الان یه کشتیگیر، یه دونه جودوکار، یه فوتبالیست وقتی میاد بیرون دیگه دوست نداره برگرده به ایران. چقدر کشتیگیرهای کشورهای دیگه گرفتن. تمام این قهرمانهای ما رو
کشورهای دیگه گرفتن خودشون قوی کردن. چرا اینا میگیرن تمام این بچه های تحصیل کرده رو تا میفرستن بیرون رو هوا میزنن، برایشون خرج میکنن، مجانی هم برایشون تحصیلات مجانی میدن، حقوق هم به اینا میدن. میدونم برای اینکه این کشور یک اختراع میکنه، باسواد یک کاری میکنه که کشور خودشو پیش ببره. ما همین تحصیل کرده ها رو میفرستیم بیرون، میسی که هیچ ارزشی برای ما نداره، همه رو میندازیم بیرون. اینا سرمایه های ملی هستن. این جوان های ما که زیر جلوی تیر میمونه، اینا سرمایه های ملی ما هستن. امروز جوان افسرده شده تو ایران، همه شونی میبینی افسردن، کارهای ناشایستن میکنن، روی افسردگی، روی خشم که این کارها رو انجام میدن. بیایم ما خانواده‌ام پشت سر این جوانای ما باشیم و اینا رو حمایت بکنیم که جوانای ما تک نمونن، علیکی کشته نشن، جونشون از بین نره. وقتی میلیونی آدم بیایم بیرون، اینا میافتن، راحت هم میافتن. 50 60 میلیون آدم بیایم بیرون، بابا فکر نکنین که الان مثلا میتونین از رای خلاف کاسبی بکنین یا نون بخورین. ولش کن، ولی نه، باور بکنین بعد از این بیفته شما در کاسبی حلال بهترین موقعیت خوب با وجدان میتونین پول در بیارین. چون کشور ایران پتانسیل داره که بهترین زندگی رو به شما تقدیم بکنه. این کشور اینقدر خدا بهش برکت داده، شما باعث این شیطان بیرون بکنین، شما باعث این شیطانی که روی ایرانو از بین ببرین. و شیطان هم از بین بره، همین دین قضاییه که 1400 سال بر ما مثل مشت آهنی روی سر ما رو داره میزنه. یک بار دیگه این غلاطیان رو براتون میخونم، بعد برنامه رو تموم میکنم. میگه محبت قانون مسیح است. از 6 براتون میخونم. میگه هر چی بکارید همون را درو میکنید، اشتباه نکنید، هیچ کس نمیتواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود، زیرا هر کس هر چی بکارد همون را درو خواهد کرد. اگر کسی تخم هوا و هوس را خود را بکارد، فساد و نابودی روی خدا را درو میکند. اما اگر بذر اعمال نیک روحانی را بکارد، از روی خدا حیات جاودان را درو خواهد کرد. پس ای برادران و خواهران، از انجام کار نیک خسته نشوی، زیرا به زودی پاداشت خود را درو خواهیم کرد. باور بکنین، باور بکنین این چیزی که نوشته، خداوند براتون نوشته، باور بکنین. از انجام کار نیک خسته نشوید، زیرا به زودی پاداشت خود را درو خواهیم کرد، به شرطی که دست از کار نکشیم. بنابراین تا جایی که میتوانیم در حق مردم، به خصوص آدمایی که به ما خوبی میکنن، نیکی بکنیم. واقعا ما امروز به محبت و نیکی و به عشق همدیگر احتیاج داریم عزیزان. واقعا میخوام ایران من آباد باشه، واقعا میخوام ایران من آزاد باشه، سربلند باشه، ایرانی سربلند باشه، ایرانی سرافراز باشه. دست خداوند دعا میکنم به نام پرجلال عیسی مسیح، تمام فرزندان نیک ایران رو زیر پوشش خون عیسی مسیح قرار میدم امروز. و از خداوند میخوام که دست پر از فیضش روی ایران بذاره و ایران ما رو از این اهریمن صفتا نجات بده و اینا رو ورداره، بدونی که بچه های ما کشته شن. در نام پرجلال عیسی مسیح امروز طلبیدم، آمین. و امروز شمایی که اینو میشنوین، قلبتون رو باز بکنین، عیسی مسیح رو دعوت بکنین به قلبتون.
به اعلام بکنین عیسی مسیح من گناهکارم، من میدونم به خاطر گناهان من روی صلیب رفتی و خون تو ریختی تا گناهی من پاک بشه. امروز میخوام که اون آرامش الهی خودتو در قلب من، در خانواده من، در افکار من بریزی، تا من ایمان دارم که تو نجات دهنده منی، ایمان دارم که تو، به تو ایمان دارم که پادشاهی زندگی منی. امروز بیا پادشاهی بکن در زندگیم و اون آرامش الهی رو بر زندگیم حاکم بکنه. خداوند دوستت دارم، به نام پدر، پسر و روح القدس طلبیدم، آمین. شما رو به دستای پرفیض عیسی مسیح می سپارم و برای از خداوند می خوام که تک تک دست خداوند در تک تک خانواده های ایرانی ها باشه و ایرانی ها رو حفظ بکنه و این رژیم حریم صفتی را هرچی زودتر از ایران ببره بیرون که تمام ملت ایران با عشق زندگی بکنن. دوستتون دارم. بدرود تا درودی دیگر. مرسی که به ما گوش دادیم، به کمک به ما کردن یادتون نره. ما 300 نفر میخواییم، مای 300 دلار. بچه ها کمک بکنین. ایمان دارم که خدا هر کمکی که به هر دلاری که به این تلویزیون بدین، خداوند من میدونم هزارون دلار به زندگیتون برکت میده. دوستتون دارم. تا هفته دیگر. بدرود تا درود دیگر. مرسی.